درود به همه عزیزان و همه بینندگان و شنوندگان رسانه مانی. هر کجا که هستید، حتما هم در ایران و هم در خارج از کشور هستید. یکی از ویژگی‌های رسانه مانی همانا مطرح کردن مطالب جدید در ارتباط با تاریخ، در ارتباط با دین، فلسفه و ادبیات، و از جمله نکته ای رو که من میخواستم در اینجا بیان بکنم در ارتباط با دنیای روشنفکری است. مطلبی رو که میخواستم با در اینجا پیش بکشم اینه: روشنفکر کیه؟ چه معیارهایی ما برای تعریف روشنفکر ایران میتوانیم داشته باشیم؟ حتما جنبه هایی هستش که جنبه های مشترک برای همه روشنفکران هست به طور عموم کل، ولی در این حال که باید به اینها توجه کرد، در ضمن به هر حال ببینیم که روشنفکر ایرانی چجوری میشه تعریف کرد. یادتون باشه عزیزان من، یک سیاستمدار الزاماً روشنفکر نیست، یک کنشگر اجتماعی روشنفکر نیست، یک متخصص در عرصه پزشکی روشنفکر نیست، یک رمان نویس الزاماً روشنفکر نیست. نه، اینها دارای شغلهایی هستند که در ارتباط با فکر قرار میگیره، ولی روشنفکر تعریف دیگری دارد. یعنی برابر این، حالا تو صحبت خواهم کرد، میتوانیم فردی داشته باشیم که دانشگاه، یعنی استاد دانشگاه باشه، که روشنفکر باشد یا نباشد. میبینید؟ همون گونه که یک رمان نویس می توانیم داشته باشیم که روشنفکر باشد یا نباشد. برابر این، یکی حرفه اون فرد هست، یکم بعد روشنفکری که روی این فرد ما می توانیم تعریف بکنیم. حالا برای اینکه دقت بیشتری بدم عزیزان، زمانی که ما از مسئله روشنفکری صحبت بکنیم، از نظر تاریخ واژه و یا در واقع مفهوم روشنفکری رو از چه زمانی توضیح میدن، به خصوص در اواخر قرن 19 با ماجرای اون نامه‌ای که امیل زولا نوشت و گفت من متهم میکنم، در چه سالی؟ در 23 ژانویه 1898. اون چی بود؟ اون در این ارتباط بود که دریفوس که یک افسر نظامی بود، توسط دادگاه و توسط سیستم سیاسی و نظامی محکوم شد به چی؟ به این که او جاسوس آلمان ها هستش، و بنابراین اون رو محکوم کردند و به زندان انداختند. و وقتی امیل زولا با چند تن از دوستانش متوجه شد که این فرد همچین گناهی نداشته، همچین جرمی واقعیت نداشته، فقط به خاطر اینکه در فضای جامعه یک روحیه ضد یهودی بود و در مکانیزم دولتی هم این ایدولوژی ضد یهودی در واقع خیلی بارز بود، عملا فردی رو گرفتن که مطابق با ملاحظات آن زمان محکومش بکنن، و این محکومیت بر پای یک دروغ بود. بنابراین دروغی که جامعه پذیرفته بود، دروغی که دولت پذیرفته بود، دروغی بود که سیستم قضایی پذیرفته بود. و امیل زولا گفت نه، من محکوم میکنم. چه کسی رو محکوم میکنم؟ محکوم میکنم سیستم سیاسی رو، محکوم میکنم سیستم حقوقی قضایی رو، زیرا یک فرد شهروند عادی رو به عنوان جاسوسی به زندان افکندن، و این بر خلاف چی؟ عدالت هستش، بر خلاف حقوق این شهروند هست. بنابراین یک طغیانی شد، یک شورشی شد از جانب یک نویسنده که امیل زولا بود، علیه چی؟ علیه سیستم به اصطلاح مربوط به محدود کردن و یا به زندان انداختن یک فرد شهروند.
و در اینجا هست که عملا میتوان گفت که عملا اون روشنفکر، یعنی کسی که خود رو در ارتباط با قدرت سیاسی قرار میده ولی در خدمت اون قرار نمیگیره، بلکه علیه اون مداخله میکنه، علیه قدرت سیاسی، علیه چی؟ بی عدالتی، برای درگیر شدن در مسائل مربوط به جامعه. و این هست که برای برخی از روشنفکران یا به هر حال جامعه شناسان هستش که نقطه آغازین تولد روشنفکر به معنای مدرن خودش است. زیرا ما در گذشته ها در زمان یونان باستان نیز افراد فیلسوف نیز داشته ایم، افراد اندیشمند داشته ایم، ولی این مطلب ما در ارتباط با تعریف روشنفکری در دوران مدرن است. حالا این مفهوم زمانی که ما میرسیم به سالهای 60 دوباره یک اوج جدیدی میگیره و سالهای 60 یعنی 50-60 بعد از جنگ جهانی دوم با صحبتهایی که افرادی مانند ریمون آرون و سارت مطرح میکنن در ارتباط با چی؟ با مسئله روشنفکری و بحثهای خیلی گسترده در فرانسه مجدداً به وجود میآید. و ریمون آرون که یک فیلسوف و جامعه شناس معروف فرانسوی هستش در 1955 در اون طرف ها بود که یک کتابی رو منتشر میکنه و بهش تحت عنوان افیون روشنفکران و در واقع یک گیده برجسته‌ای رو مطرح میکنه که روشنفکران کسی است که آفریننده ایده هست، ایده تولید میکنه. در همون زمان سارت که اینها هم دوست بودن هم مخالف همدیگر در ذهن بودن، زیرا سارت عملا کمونیست بود، حال آنکه ریمون آرون در واقع لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی رو دفاع میکرد، سارت هم در یک مبحث دیگه‌ای در ارتباط با روشنفکران این چنین میگوید، میگه روشنفکر اون کسی است که در واقع خود رو قاطی میکنه در ارتباط با اون چیزهایی که به اون مربوط نیست. یعنی چی؟ یعنی روشن فکر نخود، به اصطلاح خود ما ایرانی ها نخود هر آش میشه، یعنی اون جایی که بهش میگن که تو این امر به تو ربطی نداره، میگه که دقیقا این جایی که به من ربط نداره ربط داره و من مداخله میکنم و اعتراض میکنم. این هم نوعی تعریفی بود که در واقع ژان پل سارت مطرح کرده بود. یک تعریف دیگه هم در همین دوران هستش در ارتباط با کامو. کامو در واقع چیزی هست بین این دو نفر، از یک طرف بنابراین ریمون آرون، از طرف دیگه عرضم حضورتون که سارت. سارت کمونیست بود و طرفدار شوروی بود، حال آنکه در ابتدا کامو نزدیک به کمونیستا بود ولی کم بلافاصله با نقدش نسبت به نظام ایدولوژیکی استالینیز از او جدا میشه و البته مورد حمله سارت نیز قرار بگیرد. ولی یک مطلب رو در ارتباط با بحث ما میگه و اون میگه که کاموی رو میگه، میگه روشنفکر کسی است که خود را در خدمت کسانی که تاریخ رو میسازن قرار میدهد. پس بنابراین نوعی تعهده، نوعی مداخله کردنه، نوعی جانبداری هست در کنار که در کنار کسانی که تاریخ رو میسازن، یعنی شرایط کنونی رو میخوان به هم بزنن و تاریخ جدید رو بسازن. و این هم هست که به این خاطر شما دقت بکنید، این نوع مطالبی است که در ارتباط با روشنفکر. حالا ببینید عزیزان، در ارتباط با کشور ما ایران ما، این که بگوییم روشنفکر نبوده نه، غلطه. روشنفکر بوده است، در کشور ما روشنفکر بوده است. من نمیخوام به تاریخ روشنفکران بپردازم. کسانی که میگوین نه اشتباه میکنن. حالا ما میتوانیم مثلا کیفیت و اهمیت روشنفکران رو از نوع کارهایی رو که تولید کردن مورد بررسی قرار بدیم، ولی روشنفکر داشته است. محمد علی فروغی یک روشنفکر در ضمن سیاست مدار بوده است.
هدایت، نویسنده و روشن فکر بوده است. این یک واقعیتی عزیزان. ولی امروز چگونه روشن فکر رو برای جامعه خودمون تعریف بکنیم؟ من نکاتی رو میخواستم خدمتون عرض بکنم که از نظر من روشن فکر ایرانی رو امروز با این معیارها تعریف میکنم. اگر 10 سال دیگر همدیگر رو ببینیم، شاید معیارهای من تغییر بکنه و حتما چنین خواهد بود، ولی امروز به لحاظ نوع مسائلی که هست، معضلات اساسی که هستش و این ویژگی تاریخ و لحظه کنونی رو من به این ترتیب میبینم که در ارتباط با روشنفکر قرار میدم و به این ترتیب نگاهش میکنم. اولین مطلب در ارتباط با چیست؟ در ارتباط با قدرت سیاسی است. روشنفکر کسی است که مخالف قدرت سیاسی هست، باهاش فاصله داره، نقد میکنه. قدرت سیاسی البته هرگز نباید مورد چی؟ مورد در واقع عنایت یا به اصطلاح قبولیت چی روشنفکر باشد. به چه خاطر؟ به این خاطر که اگر روشنفکری خود رو در خدمت یک قدرت سیاسی قرار بدهد، قدرت به اصطلاح انتقادی خود رو از دست خواهد داد. این روشن. پس بنابراین جدا بودن و مستقل بودن از قدرت حتما. منتهای مراتب نه تنها جدا، بلکه در ضمن مخالفت کردن با قدرت سیاسی. می توانید یه قدرت سیاسی باشه که شما فاصلتون به هر حال به فرض نزدیکتر باشه، ولی که به طور عموم در درون قدرت نیستید و به طور عموم از جمله در ایران ما، یعنی موجودیت قدرت سیاسی و دینی حاکم، روشنفکر کسی است که نسبت به این قدرت، این نظام سیاسی استبدادی و دینی دقیقا فاصله دارد و مقابله دارد. این اولین ملاک است. دومین ملاک چیست عزیزان؟ دومین ایده این هستش که روشنفکر ایرانی در این لحظه کسی است که نسبت به اسلام فاصله باید داشته باشد. یعنی نگاه انتقادی به اسلام به عنوان یک ایدولوژی تاریخی، فرهنگی و اجتماعی که وجود دارد و به عنوان سدی در برابر تمام تحولات جامعه و یک مکانیزم سرکوب روانی و ایدولوژیک در جامعه ما. کسی که نسبت به اسلام فاصله ندارد نمیتواند روشنفکر امروز جامعه ما باشد. بنابراین نگاه انتقادی، فاصله فرد و رد کردن ایدولوژی اسلامی قرآنی شیعه‌گری است که دومین معیار برای تعریف روشنفکر است. سومین مطلب کدوم است؟ سومین مطلب که به اینها نیز پیوند برقرار میکنه، روشنفکر ایرانی که امروز میخواد بگه من روشنفکرم، نسبت به مورد دوم که همانا اسلام هست و مورد اول که گفتیم حکومت هست، باید چی؟ طرفدار لایسیته باشه. کسی که طرفدار لایسیته نیست نمیتواند نسبت به گره های اساسی جامعه ما توجه لازم رو داشته باشد و بنابراین کسی که به امر لایسیته و جدا کردن دین از نظام حکومتی وفادار نیست، این فرد نمیتواند روشن فکر باشد. بنابراین به عنوان نمونه تمام نواندیشان و غیر ذلک، اینها به هیچ وجه نمیتوانند روشن فکر باشند. یکی به لحاظ اون تناقضی که درش وجود داره، دین و به اصطلاح نواندیشی، دو این که اینها از اونجایی که اعتقاد به امر لایسیتی ندارند نمیتوانند. اینها چرا نمیتوانند؟ به خاطر که در یک چارچوبی محصور شدند، در یک مکانیزم ایدولوژیکی گیر کردند. حال آنکه ویژگی روشنفکر همانا آزاد اندیشی او هست.
بنابراین نکته سوم لایسیته هستش. نکته چهارم چیه؟ نکته چهارم این است که ما در کشوری هستیم که دارای یک سابقه طولانی هست، تاریخی طولانی، و قبل از تجاوز اسلام مسئله چی یا واقعیت چی امر فرهنگی ایران شهریه. روشن فکری که در ایران متولد شده و در ارتباط با ایران میخواهد فعالیت روشن فکری بکنه، نمیتواند نسبت به امر فرهنگ ایران شهری بی توجه باشه. ممکنه تخصص نداشته باشه، ولی نمیتواند اون رو در ذهن خودش، در معادلات خودش قرار ندهد، زیرا آن امر یعنی ایران شهری برمیگرده به تمام نظام های قبل از به اصطلاح نظام اسلامی که بر ما اولا به عنوان یک ایدولوژی استعماری مسلط شد. تمام تاریخ گذشته ایران، تمام تمدن ایران، تمام آیین‌های در واقع معنوی و دینی در ایران باستان، از آیین مهر بگیریم و تا مانی و تا ارزم حضورتون که مزدک و تا زرتشت و غیره و غیره، صرف نظر از ارزاوی هایی که ما میتوانیم بکنیم، همه اینها را به عنوان واقعیت های تاریخی و فرهنگی باید در نظر گرفت که در درون اینها حتی به مطالبی ماننده چی؟ ماننده به فرض فردوسی، شاهنامه، اینها همه و همه مجموعی هستش که من اسمش میذارم چی؟ فرهنگ ایران شهری. و این فرهنگ ایران شهری رو نه از زاویه در واقع شوونیسم، از زاویه حقیقت تاریخی، از زاویه این که نگاه هایی که ملت ها نسبت به تاریخ خودشون دارن باید یک نگاه انتقادی و در ضمن واقع بینانه و در ضمن چی؟ این که ارزش های گذشته خودشون رو خوب فهمیده باشن، بدون شناسنامی نیستن ملت ها. پس بنابراین مورد چهارم مسئله چی؟ فرهنگ ایران شهریه. عزیزان من، کسانی که به عنوان نمونه کمونیست ها آمدن گفتن که بله یک در گذشته همش بی خود، همش باید میریخیم دور، اینها ایدولوگ بودن، اینا روشنفکر نبودن. یک روشنفکر دارای متانت فرهنگی، متانت در عرصه اندیشه هستش، نمیتواند واقعیت ها را در واقع نفی میکنه. ما ایدولوژی زده خواهیم بود اگر بخواهیم تاریخمون رو نفی کنیم. مورد پنجم چیز؟ مورد پنجم این هست که در ارتباط با جامعه ایران، ببینید یه جامعه هست بسیار صدمه دیده در زمینه های گوناگون، خب عدم عدالت اجتماعی و عدم ارزم حضورتون که برابری زن و مرد و غیر ذلك، که از اونجایی که مسئله زن در جامعه ما یک مسئله بنیادی است در طول تاریخ، در طول تاریخ پیوسته و پیوسته اون پیکان ستم علیه زن چی بوده؟ همیشه برجسته بوده. همیشه زن رو باید خورد میکردن، همیشه زن رو باید محدود میکردن، فرعیش میکردن، سرکوبش میکردن و غیر و غیره. و امروز با توجه به آنچه که در جامعه ما نیز میگذرد، مسئله چیز؟ مسئله برابری زن و مرد. بنابراین فردی که به امر زن، به امر رهایی زن توجهی نداره و ذهنش تو همون در واقع مرد سالاری و دین سالاری غوطه بر هست، نمیتواند روشنفکر باشد. عزیزان من، این از کهنگی بریدن باید باشه که بیاد به طرف در واقع مقام امروز زن. کسی که در ذهنیتش همون مکانیزم های گذشته رو دارد، خب در همون در گذشته باقی مانده است و نمیتواند مسئله زن رو با توجه به امری که در عرصه جهان یکی از ملاک های اساسی تمام جوامع پیش رفته هستش، نمیتواند این نگاه رو داشته باشد و بنابراین عقب افتاده هستش و بنابراین ارتجایی هستش و بنابراین نمیتواند روشن فکری در راستای ترقی تاریخی ما باشد. بنابراین مسئله زنان و حقوق زنان. مطلب دیگر در ارتباط با، ببینید عزیزان، ارزش هاست.
ارزش ها. ما چه ارزش هایی داریم؟ روشن فکری که امروز کتاب بنویسد و بخواهد تبلیغ بکنه، چه ارزش هایی رو باید تبلیغ بکنه؟ ارزش ها چیست؟ بیاد بگوید توحید، بیاد بگوید آزادگی حسین، بیاد بگوید نمیدونم فلان سلطان مستبد. نه نه، ارزش های اساسی امروز وجود دارد که در عرصه جهان و در ایران جز ملاک های اساسی هستش. به عنوان نمونه این ارزش ها کدام هستند؟ انسانگرایی، اومانیزم. به عنوان نمونه که پیوند داره با این مطلب، حقوق بشر. به عنوان نمونه صلح، توجه به امر طبیعت. اینها اون ارزش های جدیدی هستش که باید جامعه بشری بهش توجه بکنه و امروز در عرصه جهان نیست توجه میشه. و روشنفکری که این چیزا رو نداند، یعنی ارزش های جدید رو معرفی نکند و برای جامعه تبلیغ نکند، به درد چه چیزی میخورد؟ این ارزش ها باید بیاد بره در درون بافت اجتماعی، در درون بافت فرهنگی و انسان ها رو نو بکنه، انسان ها رو بر روی یک سلسله اصول جدیدی قرار بده. زیرا ارزش ها یعنی چی؟ ارزش ها اجازه میده که انسان ها بتوانند به طور مشترک و عمومی در کنار هم زندگی بکنند. ارزش در درون قرآن زهری برای جوامع اسلامی است، انسانی هستش. آنچه که در درون قرآن هست جز تبعیض نمیتواند چیزی دیگری باشد. پس بنابراین ما در برابر اون معیارها باید ارزش های نوین لایک رو در که در جهان هستند و در ایران ما نیست هستند، اینها رو چی مورد در واقع توجه قرار داد و اینها رو باید پخش کرد. مورد بعدی امروز، مورد هفتم خدمتون عرض بکنم، امروز به نظر من در عرصه جهانی یک چالش بزرگی وجود دارد و اون هم چالش اکولوژیکی هستش. انسان مدرن نمیتواند به مسئله امر طبیعت و مسئله اکولوژی بیتوجه باشد. انسان مدرن اون انسانی هستش که حداقل تو این 20 سال اخیر، 30 سال اخیر، 40 سال اخیر یا 10 سال اخیر دیگه انقدر جهان به این آگاهی رسیده که سازمان ملل به این مرتب هر سال میپردازد و میگوید که در واقع گرمایش زمین یک واقعیتی هست و فقط ذهن افرادی چند نیست که این واقعیت رو داره بیان میکنه. پس بنابراین آی بشر، تو با به تو هشدار میده که باید جهان خود تو به ترتیب دیگری هدایت بکنی، مدیریت بکنی. پس بنابراین روشن فکری که امروز میخواهد خود رو به عنوان روشن فکر بگوید، نمیتواند مسئله محیط زیست و اکولوژی رو از قلم بیاندازد. اونهایی که ذهنشون تو همون مکانیزم های در واقع همیشگی قرار دارد، یعنی در ارتباط با اقتصاد هنوز که هنوز به شکل های کاملا کاملا سنتی میبینند، حالا یا در چپش باشه یا در راستش باشه، اینها در واقع حتی در عرصه تئوری های اقتصادی نیز عقب ماندگی دارد. پس بنابراین ذهنیت یک روشنفکر نگاه میکنه به چی؟ به معضلات برجسته جهان، به چالش های بزرگ جهان. و یکی از این چالش های بزرگ جهان همانا چیست؟ همانا محیط زیست هستش، محیط زیست در جهان و محیط زیست در ایران، محیط زیستی که توسط جمهوری اسلامی بیش از پیش همیشه و همیشه تخریب شده است. شما باید تعهد داشته باشید که در برابر این تخریب بیستید. بنابراین این هم محیط زیست. نکته دیگری که میخوام در اینجا بیان بکنم این هستش که ببینید عزیزان، یکی دیگر از مسائل پیوسته برای انسانها همیشه این بوده که خب ما در چه جهانی داریم زندگی میکنیم؟ در کدام جهان داریم زندگی میکنیم؟ جهان امروز یعنی چی؟ شما بلافاصله ذهن شما وقتی که رادیو و تلویزیون رو گوش میکنید یا میبینید در درون اخبار اون از چه چیزی صحبت میکنن؟ یکی از مسائل اساسی مسئله اوکراینه.
یه دوره بود مسئله ناپال به آمریکایی‌ها روی ویتنام بود، یه دوره دیگه ای بود در ارتباط با رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی بود. بله اینها بودند. حال به دورتر نروید، ولی امروز وقتی که شما به جهان توجه میکنید، اخبار جهانی مسئله چی؟ اوکراینه. پس انتلکتوئل مگر میتواند نسبت به مسائل جهانی خودش بیطرف باشد؟ و اون هم کدوم مسئله؟ که یک نیروی استعماری زیر کنترل پوتین میآید یک کشور مستقل رو اشغال میکنه، آدم میکشه، انسانها رو نابود میکنه. پس بنابراین نظر داشتن نسبت به امر چی؟ نسبت به همین واقعی که روی داده، یعنی اشغال این کشور توسط روسیه پوتینی، و شما نمیتوانید چشتون رو اون بر بکنید، کلتون رو اون بر بکنید، از کنارش رد بشید. شما نظر باید داشته باشید. اونهایی هم که در واقع سعی میکنن به اصطلاح بگن که ما نظری نداریم، چه بسا نظر دارن، زیرا اونها همانا کسانی هستند که ایدولوژی های تودهیستی دارن، اونها کسانی هستند که روسوفیل هستند و در برابر شما در واقع خاموش می نشینند، ولی نظر دارند، منتها نظری در جانبداری از پوتین رو دارند. حال آنکه من و شما باید در راستای دموکراسی و آزادی حرکت بکنیم، و بنابراین بحث بر سر تایید فلان پیمان نظامی نیست که به فرض ناتو باشه یا هر چیزی، به هیچ وجه. مسئله یک کشور مستقله که توسط یک نیروی نظامی روسیه در واقع آمده اشغال شده و اعتراض علیه این هستش. پس این هم مورد هشتم هست که در ارتباط با مسائل جهانی باید نظر داشت. روشنفکر نمیتواند بدون نظر باشد. یک سال گذشت عزیزان، یک سال گذشت. اگرم نمیدونید برید بخونید. اگر عقب افتاده هستید، خب دیگه این دیگه مسئله شما هستش که از قافله عقب هستید. مورد هشتم بنابراین اوکراین بود. مورد نهم چی هستش عزیزان؟ مورد نهم در این هستش که به هر حال ما داریم میگیم روشنفکر، روشنفکر ایرانی. روشنفکر ایرانی یعنی چی؟ یعنی یکی از ویژگی‌هایی که خود ارزم حضورتون که رمون آرا هم مطرح کرده و من خدمت رو عرض کردم، میگه آفریدگار چیه؟ ایده است، افکار، اندیشه، یعنی تولید میکنه. کسی که تولید نکنه، کسی که کتاب ننویسه، کسی که مقاله ننویسه، خب این روشنفکر چیه؟ شفاهیه. این کافی نیست، نه، باید اثر تولید بشه، باید به شکل کتبی این تفکرات به در واقع چی؟ به شکل کتبی در بیاید. بنابراین یکی از ویژگی هایی که روشنفکر داره تولید روشنفکریه، تولید کتابه، تولید عقاید افکاره. پس بنابراین این رو هم باید توجه بکنیم. و به همین خاطرم خیلی از کنشگران سیاسی مثلا میان میگن ما روشنفکریم، 50 سال هم گذشته حتی دو تا برگم ننوشته. خب نه، این روشن فکر نیست دیگه، نه، مرتب هم حتما نظراش رو تغییر داده، منتهای مراتب هیچ وقتی هم نخواسته صداش رو در بیاره. آخه اینطوری نمیشه که. ایشون به هر حال یک کارزار سیاسی رو داره تغییر میکنه، یک روال سیاست مداره رو داره تغییر میکنه، ولی چی؟ روشن فکری که کتاب داره، روشن میتونه اشتباه بکنه، منتها تولید کرده. این مغز یعنی ویژگی روشنفکر این هستش که مغز او داره تولید میکنه. تولید چی؟ تولید نوشتار داره میکنه. حال میتواند نوشتار باشد، میتواند برنامه تلویزیونی باشد و غیره و غیره. تمام ابزارهای گوناگون رو به خدمت میگیره که افکار خودشو به نظر دیگران برسونه، نه اینکه در قهوه خانه و یا کافه بنشینه فقط حرفش خودشو به شکل شفاهی بیان بکنه. بنابراین این هم مورد نهم هست. روشنفکر عبارت از کسی است که چی؟ که تولید میکنه. یک مورد دیگه، بحث گسترده است عزیزان، من در موارد دیگه باز به این بحث برمیگردم، ولی یک مورد دیگه که هست و بسیار برای من مهم هستش، ببینید روشنفکر کیست؟ یک مقدار دقت بکنید. ببینید ما گفتیم از امیل زولا. امیل زولا
اون فضا، اون شرایطی که همه خفه خون گرفته بودن و اون تنها با یکی دو نفر از دوستانش اعلام میکنه که نه من محکوم میکنم، به یک صفحه بزرگ از یک روزنامه رو اوقاق اعلام میکنه، تیتر بزرگ براش میزنن که او میگوید من محکوم میکنم. این چی میخواد؟ این جرأت میخواد که در اون فضای بسته که همه به تو دارن نگاه میکنن، که همه میخوان در واقع چی ببینن که چه کسی به اصطلاح به میهنش داره خیانت میکنه، اون داره میگه که من با دفاع از حقیقت طرفداری از میهنم میکنم، که میهنم باید بر پایه راست گفتاری استوار باشد. بنابراین چی بود؟ شجاعت بود. شما نگاه بکنید در ارتباط با جامعه ما، کسانی که علیه استبداد نظر میدن، کسانی که علیه دین اسلام و تمام تبهکاران اسلامی نظر میدن، کسانی که نقد قرآن رو می نویسن با توجه به اینکه در بالا تمام در واقع مدافعین اونجا واسدن، در درون حوزه ها اونها به همین ترتیب، در درون جامعه هم به همین ترتیب، در درون روشنفکران چپگرا و غیر ذالک هم به همین ترتیب، همه اینها مخالف شما هستند و ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم انتقاد میکنیم، یعنی نمی هراسیم. پس دهمین ویژگی که باید در نظر گرفت چیه برای روشنفکر؟ شجاعت، جسارت اون فرد هست که نه حراست، زیرا داره اندیشه میکنه. اندیشه کردن عزیزان من بسیار بسیار مشکل هستش. شما وقتی که اندیشه میکنید، اندیشگری کار ساده نیست. اندیشه فقط انتقال خبر نیست، اندیشه یعنی عبارت از داده هایی که مورد تحلیل قرار گرفته، داده هایی که چه بسا با مبازه رسمی در درون یک جامعه در تناقض قرار داره، اینها باید استدلال بشه، اینها باید در واقع توضیح داده بشه و بنابراین اندیشگری وجود داره، بنابراین انتقاد در عرصه اندیشه ها وجود داره. و به این خاطر هم هست که در واقع شما وقتی که اندیشه می کنید، خود اندیشه کار بسیار دشواری است. به علاوه اندیشه میکنید که چی؟ که چیزی رو نقد بکنید. یعنی کار دشوار در کنار چی؟ یک امر که مربوط به شخصیت اون فرد برمیگرده، یعنی جسارت اون فرد. پس این دو پدیده به همدیگه نزدیک میشود، جسارت، استواری در شخصیت که نه حراست. حتما شرایطی به وجود میآید که انسان ها مورد استرس قرار میگیرن، مورد ناراحتی به هر حال براشون به وجود میاد، ولی علی‌رغم تمام اینها نیسته، کوتاه نمیاد. اگر خاطرتون باشه کسانی که حداقل در این زمینه ها بودن، دستی کم و بیش برای آتش داشتن، حدود 20 سال پیش، 25 30 سال پیش، اگر شما میخواستید راجع به اسلام حرف بزنید، همه مخالف شما بودن و علیه شما شعار میدادن، همه عملا در طرفداری از اسلام بودن، از آخوند بگیرید و طرفداران به اصطلاح شریعتی و غیر ذلک بگیرید و طرفدارای چپ سنتی بگیرید و همه و همه در دفاعی از اسلام بودن. یکی میگفت اسلام من، یکی میگفت اسلام توده ها، یکی میگفت نه این کار رو نکنید، یکی میگفت نه این برخورد آنارشیستی، یکی دیگه میگفت این چپ گرایان است. انواع اقسام دلایل مزخرف رو مطرح میکرده که شما رو در واقع از بیان اندیشتون ازتون جلوگیری بکنند. ولیکن خوشبختانه شرایط تغییر پیدا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما مقاومت کردیم، ما گفتیم، ما نهراسیدیم، و چون گفتیم اونهایی که در واقع شروع کرده بودن و در برابر ما صف بکشند و قشون رو به این ترتیب آماده بکنن، با حمله هایی که از طریق فکر ما صورت می گرفت، قلب اون در واقع سپاه رو ما مورد حمله قرار دادیم. یعنی اون تفکرات ایستا، تفکرات عقب مانده، تفکرات اسلامگرا رو مورد حمله و انتقاد قرار دادیم و به این ترتیب هستش که در بطن جامعه رفت رفت و تبدیل شد به یک
تفکر مادی، یعنی به این معنا که اندیشه های انتقادی رفت و تبدیل شد به اندیشه های دیگران، و دیگران یعنی چی؟ یک نیروی مادی انسانی به وجود آمد و جبهه اونها رو چیکار کرد؟ جبهه اونها رو ضعیف کرد. و امروز با قدرتی بیشتری می توانیم صحبت بکنیم، و اگر رسانه های از جمله رسانه مالی به این ترتیب در واقع مورد استقبال بسیاری از عزیزان قرار میگیره، این امر جدیدی هست. در گذشته نمی توانست این چنین باشد، و این به اعتبار چی؟ به اعتبار پایداری است، به اعتبار نترسیدنه، به اعتبار اصرار و تکرار و گفتن و گفتن و باز هم از حقیقت گفتن هستش. به این ترتیب هست این 10 مورد 10 میلاد یا معیاری برای من محسوب می شوند که می توانند روشن فکر ایرانی رو در این سال 1401 یا در این سال ارزم حضورتون که پادشاهی بیش از 2500 سال یا به هر حال حتی قدیمی تر، به هر حال در این لحظه چنین من فکر می کنم. شما به طبع اگر انتقادی داشته باشید برای ما بنویسید، شما هم نکاتی رو مورد نظرتون هست اونها رو نیز بنویسید. نکات دیگه ای هست که من میخواستم در اینجا بیان بکنم، ولی که برای خود بحث و آغاز این بحث روی همین 10 موردی که خدمت عرض کردم فعلا بسنده میکنم، تا اینکه در نوبت‌های بعدی به هر حال نکات دیگر رو بیاریم و بیافزاییم. بنابراین دوستان عزیز، کسانی که خیلی حرف میزنن، کسانی که فعالیت سیاسی میکنن، کسانی که عرضم حضورتون که یک در فلان دانشگاه حتی درس میده، نه، اینها هیچ کدام الزاماً روشن فکر نیستن. این پدیده هایی که ما خدمتون عرض کردیم در نظر داشته باشید. به عرضم حضورتون که به امیل زولا فکر بکنید، به ریمون آرون فکر بکنید، به حرفایی که کامو زد فکر بکنید، حتی اون نکته‌ای هم که سارت گفت فکر بکنید، و وقتی که فکر میکنید توجه بکنید که اون 10 موردی که خدمت شما مطرح کردن اونها آیا خوانایی دارد با واقعیت این افراد یا نه، و به علاوه آیا یک تولید میکنه و دو آیا جسارت بیان حقیقت رو دارد یا ندارد. سپاسگزارم تا نوبتی دیگر و برنامه‌های دیگر.